وامن بره از سالیان سال قدیم الایام تو بوشهر رسم بوده که مراسم روزه که میخواستن شروع کنن با وامن بره شروع میکردن. وامن بره هر شب یه نوبه داره که او چیز هر شبش او نوبه باید خونده بشه از شب اول گرفته تا شب دهم محرم. یه نفر به نام زاکر بنده رو منبر میرن، یه تعداد افرادم کنار منبر نشستن، دو طرف منبر. بعد با نوحه اول شروع میشه که نوحه اول مثلن ای اول ما محرم باشه. این نوحه داره محرم آمد و آمد محرم، زمین و آسمان بگرفت ماتم. این نوحه اول شد و اشم چند تا دیگه بیت دیگه داره. بعد نوحه دوم شروع میشه، نوحه دوم مثلا باسینه شروع میشه. وای چون شاهد این پوشه کفن گفتا بزر نبین سخن. Yeah.
برای گرم کردن، برای آماده کردن مجلس، متوجه که مجلس آماده بشه برای تو روحانی که میخواد بره سخنرانی بکنه. یعنی تو شبای محرم اولین کار؟ تو شبای محرم، نه شبای محرم، تو تمام وفات اهمه ما از خونی ها داریم. اولین قسمت؟ اولین قسمت مجلس که مثلا شروع میخواد بشه. اگر ای پامنبری نداشته باشه، اصلا حالتی که مثلا بیروه مسجد. اول باید این پامنبری شروع بشه که مجلس آماده بشه، بعدا روزخون بیا بره روزش بکنه. این من پامنبریه. میکنه بچه گیرش نمیاد، میاد به امام حسین دخیل میشه. البته همه کار که خدا توسط امام حسین از خدا میخواد مثلا بچه گیرش بیاد، یا بچه‌اش خدای نکره مریضه، از خدا میخواد از امام حسین که شفا بدهش. مثلا خوبش که میشه سال دیگه میانش تو مسجد نون پوشش میکنه. نون پوش هم بیتی که مثلا یا مسقطی یا حلوا زرد یا حلوه آردی درست میکنه، میارن یه نون میگیرن، یه قسمت میذارن، بسیار میذارن زیر سر او طرف که خوابیده، بهش میگن این زیر سریش باز گیره پدر مادرش بیا. و اگه تعداد نون هم روش میندازن، و دعای چهار قل هم روش میخونن. دعای چهار قل که میدونه چیه؟ دعای چهار قل هم میخونن، ننادار، بوادار، طیفدار، این چیزا هم میگن، محمد و آل محمد صلی الله علیه. این هم دیگه این رسم میمونه امشبه که نون پوش داشته میکرد. اکثر بچه‌ها میگه که اینجا سینه می‌زدن. اکثر بچه‌ها تفت که بودن نون پوش رو کردن. ای یه چیه که تو بوشهری‌ها رسمه، مخصوصا توی قسمت چهارمحل. بیشتر مثلا توی آره ممکنه بیرون هم دارم، ولی بیشتر توی قسمت چهارمحل همچین چیز رسمه. قدیم این امکانات تلگرام و تلکس و موبایل و هیچی که نبوده، این یه ریتمی که میزنن به عنوان اعلام خبری بوده که مثلا عزاداری میخواد شروع بشه دیگه، بعضی منطقه شروع میکنن سمت هیئت حسینیه مسجد هرچی بوده حرکت میکنن، اینا جمعیت با خوشون میادن اونجا قدم باشون ندن باشه سینه زنی میکنن. فلسفش این بوده، اعلام خبر بوده.
مثلا من به بچه اینا نمیگم این دماغ که بزنی این لوتش اینه اینجور بزن، این ذاتی خودجوشتون بچه های ما که اینو یاد با از کچی که اصلا با گوششون میشنوم و این ریتم سینه به سینه انتقال میدن استفاده میکنم که بسیار لوتی بینیسیم و کلاسی بذاریم آقای اینجوری بزنیم نیست و برحال یه چیز سختی هماهنگ کردن اینا برای که یه سری افراد میان جای دیگه هم میان و بخوایی مثلا هفتشتا رو این منطقه هم مچ کنی کار باقصه. حالا مثلا موسیقی میشنن یک ماه دو ماه با هم کار میکنن تمرین میکنن ولی خب اینجا یه مرتبه ما میریم تو کوچه از همه جا میان حالا مهمان میاد از بروبر میاد برای بعضی هست تو ذهنش و آهنگ نیست و همه آهنگ کردنش و کار سختی که بود که به ساعت بایی میسه باید بتونه اینا رو با هم همه آهنگ کنن طبیعیه شاخه این از همون قدیم آمدن حیوانی میده میگفتن برای ما کدو هر سوال که از همون اونجا آمده و به اصطلاح اینها شاخه بوده که پر بوده و فضای داخل بوده تمیز میکردن بعد سوراخی میکردن که با دمیدن تو این سوراخ این پیچی که داره باعث میشه این صدا به وجود بیاد بعد خب اینا چپراس هم داشته بایگون دو تا شرکت چه کنم همون بیچه باعث میشه باز نوع صداش رو هم حرف بکنم بیچه گلف داده بر زمین و بیران یه امشب رسول عالمین و بیران گریان شود از هر دو بین و بیلا ای امشب از آداری کنید و بیلا ای گم زینب رفت با سم بیشمان به اصطلاح یا اون نوخان اول کسیه که حالا با جمع کردن تعدادی کار سینه‌زنی رو شروع میکنن تا اینکه به مرور به اصطلاح عزاداران و سینه‌زنان به این جمعیت اضافه میشه و در یک حد قابل قبولی که میرسه حالا نوخان اصلی یا مدده اصلی وارد میشه Hey, I'll die, I'll leave, I'll leave, I'll leave.
هرچی که دایره ها تشکیل میشن و فاصله اونها تا مرکز میدان یا محلی که مداح قرار میگیره کمتر میشه، به تبع طول شعر نوه ها کوتاه‌تر میشه، آهنگ یا ریتم تندتری رو به خودش میگیره، با هر حرکت دست و پا، یعنی روی هر حرکت پایی دستی رو به سینه میزنن. تا به میدان به ظرفیتش کامل میشه، کمترین فاصله با مرکز زمین پیدا میکنن و اونجا دیگه از یک اشعار بسیار کوتاه و آهنگ‌های بسیار با دور تندتری تا اونجایی که به اصطلاح دیگه ظرفیت تکمیل میشه، کلمه واحد رو اعلام میکنن. کلمه واحد که اعلام میشه توسط نوخان، از اینجا به بعد فقط با هر پای راستی که برداشته میشه دستی رو به سینه میزنن. و در این حرکت اینا همیشه از روی سمت راست حرکت میکنن و برای که این دایره رو تشکیل بدن دست چپ رو به کمر هم میگیرن و این نشانه همبستگی هست. میشود خیلی برداشت ها از این اجتماع و جمعیت کرد. حداقل قضیهش کلمه همبستگی است که دور محور حسین علیه السلام این وحدت و همبستگی شیعیان ایجاد میشه. برادر زینب، ای 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 برادر زینب، ای
حدیث و روایات داریم که یکی از شبهایی که به اصطلاح تأکید شده و شب زنده داری شب عاشورا هست در سال، به اصطلاح به درگاه خدا راز نیاز میکنن که امشب به صبح نرسه، چون اگه امشب صبح بشه بالاخره عزیز زهرا حضرت ابا عبدالله به شهادت میرسه و اون اتفاقاتی که حالا تو تاریخ هست و همه ما و شما ها میدونید دیگه. شام غریبان، شب دوازدهم یه برنامه داریم به نام طفل صغیری. شام غریبان به این صورته که بچه های محل جمع میشن، یه اشعاری داره میخونه، شعرم به این صورته. زمان قدیم اول پنج نفر پنج نفر با هم بودن، یعنی دسته پنج نفر پنج نفر بودن، اینا شمع هم روشن میکردن تو دست میگرفتن و اون نو بخون که نو میخوان اینا حرکت میکردن تو جواب دادن، اینا مینشستن شمع هم تو دستشون باز موقع کنن اینا بلند میشه. الان نه، الان دیگه همه شده تو دو ردیف. غذای عزاداری که مردم میان مسجد و اینا تأمین میکنن و اونم باز یک غذای محلی داریم، شیرین پلو و شما که ما بهش میگیم شکر پلو و سفید پلو و قیمه بوشهری. Thank you.